بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانم دخترها و پسرهای خیلی خوب و پرتلاش امیدوارم هر جا هستین سر حال و قبراغ و سرزنده باشید توی سینماتیک هستیم خاطرتون هستش که ما قبلا حرفای کلی تو سینماتیک رو زدیم رابطه های اصلی رو گفتیم و تاکید کردیم که از دید کتاب حرفامون دیگه تموم شده است داریم این سری نکات تکمیلی رو میگیم نکات مستحبات سینماتیک امروز هم دو سه تا نکته خیلی خوب داریم به ویژه اوایل جلسه یه نکته بسیار کلیدی و خیلی خیلی قشنگ رو با هم دیگه میبینیم. با ما همراه باشید توی حرکت با شتاب ثابت خیلی رخت و پیش میاد که وی صفر صفره یعنی سرعت اولیه صفره بیایم ببینیم از توی نمودار سرعت زمان چه اطلاعات خوبی میتونیم توش به دست بیاریم ببینید وی صفر صفره شیبم ثابته من فرض کردم شیب مثبته یعنی به حال خیلی فرق نمیکنه اگر یه سری بازه های زمانی مساوی در نظر گرفته باشیم مثلا فرض کنیم این بازه زمانی تی ثانیه ممکنه تیه ثانیه باشه ممکنه نیم ثانیه باشه چهار ثانیه دو نیم ثانیه فرق نمیکنه این بازه های زمانی همه با هم دیگه اگر برابر باشد این تی تی و به همین ترتیب همه این بازه ها باشد تی میخوام جابجایی رو توی تی اول حساب کنم میدونم که مساحت سطح زیر نمودار به من جا به رو میده یعنی اگر من بیام این مساحت اینجا رو تعیین بکنم یا به دستش بیارم یا بهش بگم اس مساحت اینجا جابجایی تو تی اول این s خواهد شد حالا هر وقت s رو به دست بیاریم دیگه مقدارش تعیین میشه توی تیکه بعدی بخش بعدی حرکت جا جایی میشه این مساحت این زوزنقهه بعدی توی اون بازه زمانی بعدی حرکت میشه مساحت این زوزنقه مساحت زوزنقه بعدی و بعدی و بعدی ما قبلا توی جلسه قبل با هم صحبت کردیم که اختلاف این مساحت ها میشدش آ یادتونه اون قاعده کلی بود چه وی صفر صفر باشد چه نباشد برقرار بود اما اگر وی صفر صفر باشه مثل اینجا یه نکته را اضافه میخوام بکنم و اون اینکه اگر مساحت اینجا اس باشد جا به جا اینجا اس باشه توی قسمت بعدی توی تی بعدی قطعا سه اسه اصلا مهم نیست که این زمان چند ثانیه است نیم ثانیه است پنج ثانیه است ده ثانیه است این اس باشه بعدی سه اس بعدی می شود پنج اس بعدی می شود هفت اس بعدی می شود نه اس یازده اس سیزده اس پونزده اس بری جلو اس ها ثانیه نیست دا مساحت ها مساحت های دیگه معلومه نه خب بعد شما ممکنه پرسی که این از کجا اومد به چه دردی میخوره از کجا آمدنه چون دوتا روش میتونم براتون توضیح بدم یکی روش مهد کودکی نقاشی و رنگ و این چیزا ببین اینجا من یه خط افقی بکشم اینجا اینم اینجوریش بکنم این سه تا مثلث کوچولو با هم برابرن و برابرن با این مساحته پس اگه مساحت این اس باشه این سه اسه همینجوری برو جلو اینجا اینهاشش ببین 5 اس 7 اس 9 اس 11 اس بعد ممکنه شما یه قانه نشی اینجوری بگی که نه نشد میگم باش پاک میکنم اینو یه روش خورده با کلاستر دیگه دبیرستانی برات بگم ببین شما این تیکر رو فقط اینجا رو نگاه کن بعد تعمیمش بدم برین جلوتر اینجا میخوام بگم که اگر این دو تا زمان با هم برابر بودن این بازه زمانی تی بود این بازه زمانی هم بود تی اگر مساحت اینجا شد S میخوام ثابت کنم مساحت اینجا 3 اسه چطوری ثابت میکنم؟ یاداوری میکنم اون نکته ای که توی ریاضیات بلدیم توی هندسه بلدیم اگر دوتا شکل با هم متشابه باشند نسبت مساحتاشون مربع نسبت ازلاعشونه خب یا اگر نسبت تشابه به توان دو برسونم نسبت مساحت رو به دست میاد این زمانش تیه این چیه؟ دو تیه کل این این دو تی این هم تی مگه طول زل این دو برابر این نیست پس مساحت این میشه چهار برابر این یعنی مساحت کل این میشود چهار اس یه اس بازار کنار چی میمونه اینجا؟ سه اس سه اس به دست اومد قسمت بعدیش هم با هم یه بار ببینیم بعد دیگه تعمیمش با شما دیگه یعنی اینو فرض کنیم ادامهش داده باشیم میخوام مساحت اینجا رو حساب کنم دوباره میام اینو میذارم کنار اینو میگیرم به کل این اینا تی بود دیگه این زمان هم بود تی پس میشود تی به چی؟ ستی تی به سهتی. نسبتش یک به سه یا سه برابر اون بزرگه بنابراین کل مساحتش میشود 9 برابر. اگه این اس باشه، این سه اس باشه کل این البته چقدره 9 S، اس. اس و سه اس که بشه 4 اس, کم اس. رو کم میکنم، چی میونه اینجا؟ 5 اس. بعدو حساب کنم به همین ترتیب میشود 7 S، 9 اس، 11 اس، 13 S. همینجوری خورده خورده میره. جلو، میبینیم که به دردمون میخوره خیلی. این تو این وضعیت یا این نکته رو یا این تکنیک رو میتونم جای دیگه هم استفاده کنم کجا اون جایی که متحرک یه وی داشته داره میره وایسه ببین یه وی داره و میخواد متوقف بشه این تیه توقفشه زمان توقفشه دوباره اگر این بازه های زمانی با هم چی باشن برابر باشن همه اینا بازه های زمانی تی باشن همین حرف درسته مساحت این مسلسه اگر باشد S اینجا 3S اینجا 5S اینجا 7S اگر چهار قسمت می‌کردیم چه اینجوری 5 قسمت بکنیم به همین ترتیب میره جلو بازه های زمانی هم فرقی نمیکنه چند ثانیه چند ثانیه باشن همه رو اساس این کوچیکه داریم حساب میکنیم S, 3S, 5S, 7S و غیره میتونیم تو مسئله ازش استفاده بکنیم هرچند میدانیم که البته اختلاف این مساحت ها میشد چی؟ آ شتاب یعنی اگر اینو با این در نظر بگیریم میشه شتاب اینو با این در نظر بگیریم میشه شتاب اختلاف اینو میشه شتاب و به همین ترتیب این نکته هم کماکان برقرار هست منتها این در واقع اس اس 57 اس بیشتر به دردم میخوره که توی جزو هم نکته هستش میتونین اونجا شکلش خود دقیق‌تر و ترتیب‌تر واضحتر ببینینش بریم سراغ سوال 91 میگه خودروی با تندی ثابت در حرکت است که ناگهان راننده ترمز میکند و خودرو با شتاب ثابت بعد از دوازده ثانیه متوقف میشه خب اگر مسافت طی شده توسط خودرو در سه ثانیه ابتدایی سی متر بیشتر از مسافت طی شده در سه ثانیه انتهایی باشد شتاب و توقف و سرعت اولی را به دست خب اینجا کارهای مختلف میشه کرد سه ثانیه ابتدایی یعنی صرف تا سه ثانیه میتونم جابجایی در این بازار رو به دست بیارم رابطه داشتیم دیگه جابجایی در تی ثانیه اینو اون هم سه ثانیه یعنی میشه سه ثانیه چهارم اونم داریم اختلافش رو مساوی قرار میدیم با سی متر چیزای لوط به دست میاد منتها میخوام بریم اینجا با همدیگه کاربرد این نمودار رو ببینیم که چیکار باید بکنیم اگه بخوام سوالو با توجه نکته ای که گفتم حلش بکنم باید اینجوری بنویسم این نمودار رو اشرح کنم یه وی صف دارم کلا تو دوازده ثانیه هم توقف شده سه ثانیه ابتدایی یعنی بازه اینجا تا اینجا این بازه زمانی مون این سه ثانیه انتهایی هم که داریم این آشش این هم من بینش یه جوری مشخص کنم میگه یعنی ما میدونیم که اگر مساحت اینجا باشه S اینجا سه اساه اینجا پنج اسه و اینجا هفت اس میگه اختلاف این دوتا شده چند متر سی متر یعنی هفت اس منهای اس شده چند سی شیش اس میشه سی اس میشه چند پنج متر این پنج متره کلش اگه بخوام حساب کنم چند تا کار میتونم بکنم اس و اس و 5 و 7 و هم میگم 16 اس یعنی کل مسافت اس کل که میشود دلتا ایکس کل میشود 16 ضرب در اس یعنی 80 متر مثلا میتونم اینجوری تعیین کنم اگر بخوام وی صفر رو به دست بیارم از این مساحت میتونم کمک بگیرم و وی صفر رو تعیین کنم میتونم بگم که این مساحت اس کل هست ارتفاع ضبط در قاعده تقسیم بر دو یعنی 6 تا از اینا این شده 80 یا به عبارتی 6 وی 0 شده 80 وی 0 می شود 80 ششم یا 40 سوم متر بر ثانیه این وی 0 و اگر A رو بخوام پیدا کنم شتاب رو بخوام پیدا کنم که از شی به این خط میشه تغییرات عمودی به افقی یعنی میشه باید وی صفر تقسیم برای این تی استاپه مثلا که وی اون هستش چهل سوم تقسیم برای تی استاپ هم بودش دوازده اگه به چهار ساله کنم بریم ده به چهار هم ساله کنم بریم سه شتاب میشود اندازه شتاب البته میشود ده نهم متر بر مربع ثانیه یا خود آ رو بخوام می نویسم منفی ده نهم متر بر مربع ثانیه آ و وی صفر به دست اومد اگه لازم باشه میتونم توانم معادله سرعت زمان بنویسم و غیره و غیره نصار 92 میگه که خودرویی با سرعت ثابت در حرکت هست که ناگهان راننده با شتاب ثابت خودرو را متوقف میکنه یه وی صفری داشته راننده متوقفش کرده و وایساده اگر این متحرک در دو ثانیه اول هفتاد و دو متر یعنی این مساحت اینجا چقدره؟ هفتاد و دو متر و در دو ثانیه آخر حرکت یه دو ثانیه هم آخر داریم نمیدونیم که کل حرکت چقدره اما این میدونیم که دو ثانیه است بازه زمانی اول آخر با هم دیگه برابرند توی این مدت 8 متر رو طی کرد یعنی این مساحت چقدره هشته نگاه میکنم میبینم که این نه برابر اینه یاد چی میفتم S, 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 5 S, 7 S, 9 S یعنی اینجا اس بوده این مساحت قطعا اینجا 3 S اینجا 5 اسه، اسه اس 7 اس و 9 S بنابراین از اون طرف این زمان ها قطعا با همدیگه دیگه برابرن همشون دو چهار شیش هشت بنابراین کل زمان حرکت بوده چند ثانیه؟ ده ثانیه پرسیده بود زمان توقف چقدره؟ میگم ده ثانیه خیلی راحت کل زمان حرکت ده ثانیه بود این اولا سرعت اولیه خودرو رو میخواد وی صف رو میخواد خب اس و سه اس و رو جمع میکنم کل مساحته به دست میاد کل مساحت از ارتفاع ضبط در قاعده تقسیم بر دو ممکنه جمع اینا خود سخت باشه هرچند خیلی سخت نیستا میشه 10 اس با 10 اس 20 اس میشه 25 اس میتونم بگم کل مساحت دلتا ایکس کل دلتا ایکس کل میشه بعد کل اون مساحته که شد 25 تا از این اس کوچیکه این میشه کل مسافتش این برابر است با ارتفاع وی صفر ضرب در قاعده تقسیم بر دو 25 ضرب در 8 میشه بعد 200 با 10 ساده میشه میشه 20 وی صفر به دست میاد چقدر 40 متر بر ثانیه میتونستیم بجای اینکه این کار رو انجام بدیم چیکار بکنیم بگیم که خب اینجا این دو این ۱۰ه. این مساحتش این زلش پنج برابر اینه پس مساحتش 25 برابر این شد نکن 25 برابر این به دست میاد خیلی فرق نمیکرد به هر حال تونستیم v رو هم حساب کنیم کل مسافت هم که میخواست به دست آورده بود S کل میشه 25 زب داره 80 و برابر این دلتا X کل به دست میاد چند متر؟ 200 متر یعنی این راننده طول خط ترمزش 200 متر خیلی آروم آروم با یه شتاب خیلی کمی متوقف شده و وایساده خب ما داریم چیکار میکنیم توی سینماتیک واجبات رو گفتیم داریم در مورد مستحبات سینماتیک صحبت میکنیم یعنی رابطه هایی که اگر بلد باشیم ممکنه کوچولو کمک کنه بلدم هم نباشیم سوالمون حل میشه خب یکی از اون نکاتی که بعد نیست بدونیم یعنی بهش دقت داشته باشیم کمک اون میکنه این رابطه است که الان میخوام به دست بیارم شما میدونید که ما برای رابطه چهار چهار رابطه اصلی گفتیم دیگه مستقل از زمان، مستقل از شتاب، مستقل از مکان و مستقل از سرعت خب اما اگر رابطه های اصلی رو نگاه کنیم میبینیم که تو همه وی وجود داره شاید دلمون بخواد یه رابطه مستقل از وی صفر هم بنویسین خیلی چیز عجیب غریبی نیست ولی به هر حال میگم که یه بار شنیده باشیم این رابطه مستقل از وی کجا به دست میارم؟ میگم یکی از رابطا این بود که x برابر است با یک دوم a t2 به علاوه v0 t به علاوه x0 خب توش v0 داره وقتی میخوام رابطه مستقل از v0 به دست بیارم یعنی باید بیام از تو یکی از این معادلاتم v0 رو به دست بیارم بذارم تو اون یکی که v0 نداشته باشه این رابطه رو را انتخاب کردم و این رابطه v برابر است با a t به علاوه وی صفر میخوام اینجا وی صفر رو به دست بیارم بازم تو رابطه بالا چی به دست میاد این کار انجام بدم از توی این معادله میگم خب وی صفر برابر است با چی وی های آتی میذارمش اینجا چی خواهم داشت به دست میاد که x برابر است با یک دوم a t دو به علاوه یه منهای زب در t به علاوه صفر برابر است با یک دوم آ تی دو به علاوه وی تی منهای آ تی دو به علاوه صفر اینو با این جفته جورش کنیم چی در میاد آخر سر معادله اون اینجوری میشه که x برابر است با منفی یک دوم آ تی دو به علاوه وی تی به علاوه ایک دقت داریم که دو تا فرق جدی وجود داره اینجا با رابطه اصلی اون یک دوم آتی دو یک اینجا یه منفی داریم به این معنی نیست که شتاب منفی ها خود رابطه منفی داره اگر آ بود خب میشه مثبت فرق نمیکنه دو اینکه این وی وی صفر نیست وی در لحظه تیه وی آخر حرکته وی تو اون لحظه است که داریم در موردش صحبت میکنیم این رابطه میشه رابطه مستقل از سرعت اولیه تو بعضی از مسئله ها از جمله سوالی که الان میخوایم با هم دیگه ببینیم کاربرد داره و میشه ازش خوب استفاده کرد مثال 93 متحرکی در مسیر مستقیم با شتاب ثابت فاصله 80 متری بین نقطه A و B رو در مدت 8 ثانیه طی کند و در لحظه رسیدن به نقطه B سرعتش 15 متر بر ثانیه است. چی رو خواسته؟ شتاب متحرک رو خواسته پیدا کنیم. من میتونم چون وی 0 رو وی ابتدای حرکت رو اولا وی نقطه آ مثلا میتونه وی 0 رو هم باشه چون اینو ندارم و نمیخوام هم داشته باشم برم سراغ رابطه مستقل سرعت اولیه که الان با هم دیگه دیدیم چی می نمیسم؟ میگم X هست منفی یک دوم A T2 به علاوه وی تی به علاوه x یعنی میارم این طرف می نمیسم دلتا X دلتا X چقدر اینجا الان؟ 80 متر منفی یک دوم آ ضبط داره اگه اینجا T صفر باشه خب اینجا 8 دیگه 8 به توان دو بله به وی این نقطه که 15 ضبط داره تیش که 8 میتونم طرفین رو به 8 ساده بکنم این به 8 ساده میشه این 8 هم ساده میشه این هم میشود 10 برای اینکه ای خور آسان تر بشه این میشود منفی 4 آ میاد این ور میشود 4 آ این میشه 15 این میره اونور میشه 15 منهای 10 میشود 5 و از اینجا آ به دست میاد 5 4 رم یا 1 و 25 صدم متر بر مربع ثانیه این استفاده از این رابطه است نخواستی از این رابطه استفاده کنیم این رابطه فرمولای معمولی خودمون میگیم دلتا ایکس بنیم سب راه دوم یکی دوست داره از مستحبات کمک نگیره سراغ واجبات میخواد داره. میگه که دلتا ایکس پس وی اولش به علاوه وی آخرش تقسیم برای دو دلتا تی دلتا ایکس چنده؟ هشتاد وی اولش رو نداره وی آخر رو که داره پونزده تقسیم برای دو ضبط داره دلتا تی هم که هشت ثانیه بود این با این ساده میشه میشه ده بیست پونزده تی کم میکنیم وی آب دست میاد چند پنج متر بر ثانیه وی آب دست اومد شتاب رو میخوایم میگیم از دلتا وی به دلتا تی وی بی چنده؟ پونزده وی آ چنده که اولش بود؟ پنج تقسیمت دلتا تی هم که چنده؟ هشته میشود ده هشتم یا یک و بیست و پنج متر بر مربع ثانیه کسی دوست داره از نمودار استفاده کنه بریم با نمودارش هم با همدیگه ببینیم اگه خواست از نمودار استفاده کنه باید اینجا چیکار بکنه خب را شروع کردیم داستان همین شبیه اینجاست منتها با یه بیان دیگه مساحت این تیکه ای که اینجا هاشور زدیم یعنی جابجایی تو این مدت میشود 80 متر میگم مساحت اینجا 80 برابر است با قاعده کوچک بله قاعده بزرگ تقسیم بر دو ضرب در ارتفاع عین قبلی وی به دست میاد چی اینجا وی آ میشه 5 متر بر ثانیه آچیه شیبه خط همون حرفها تعبیر هندسیش تغییرات عمودی و افقی عمودی چند چند تاست؟ ده تا افقی چند چند تاست؟ یا ممکن راهی دیگه این بشارش نوشت و سوال بهاش حل کرد ما الان ابزارهای قدرتمندی داریم برای حل سینماتیک باید ببینیم باید کی کدوم به ذهنمون میرسه با شروع کنیم سوالمون رو حل کردن یه نکته مستبی دیگه ای که کمک میکنه به حل مسئله همون این نکته ریز خیلی ساده است البته به شما میگن که برای حرکت با شتاب ثابت این دیگه نه وی افریج و سرعت متوسط رو در تی ثانیه اول فقط هم تی ثانیه اول پنج ثانیه اول نه ثانیه اول چهار ثانیه اول یعنی صفر تا تی به دست بیاریم می‌نویسم صفر تا تی صفر این صفرش مهمه خب بلدم این میشه دلتا ایکس از صفر تا تی تقسیم بر دلتا تی که میشه تی منهای صفر دلتا ایکس از صفر تا تی بلدیم دیگه یک دوم آ تی دو به علاوه وی تی تقسیم بر تی چی میشه این رابطه؟ میشود یک دومه آتی به علاوه v صفر میشه وی اوریج تو بازه صرف تا t ثانیه از این رابطه به دست میاد خیلی چیز عجیب غریبی هم نیست کار خیلی خاصی هم که نکردیم فقط جاگذاری کردیم و یه رابطه ساده به دست میاد نکتهش حالا توی مثال بعدی میبینیم که کجا باید حواسون به چی باشه که بی رخ نده مثال 94 سرعت متوسط متحرکی که با شتاب ثابت دو متر بر مربع ثانیه در حرکت است در پنج ثانیه اول سی متر بر ثانیه است میگه وی اوریجش توی صفر تا پنج ثانیه هست سی متر بر ثانیه سرعت اولیار تعیین کنید از همین فرموله میتونم استفاده کنم هرچند بلدم نبودم همین رو بازش میکردم به این رابطه میرسیدم این وی که سیه بودش یک دومه آ زب در تی به علاوه وی صفر از اینجا به راحتی وی صفر به دست میاد چی 25 متر بر ثانیه خیلی خیلی ساده چیز خیلی عجیب غریبی نیست مثال 95 نمودار سرعت متوسط بر حسب زمان برای متحرکی که روی خط راست حرکت میکنه مطابق شکل است نمودار رو کرده شتاب و سرعت اولیه رو میخواد خب دقت کنیم حواس اون باشه که این وی تی نیست وی اوریج بر حسب تیه و ما الان با هم دیگه دیدیم که رابطه وی اوریج بر حسب تی چی بود بودش یک دوم آتی به علاوه وی صفر رابطه وی افریج بر تی یه رابطه خطی است که می‌بینیمش شیب خطش می‌شود یک دوم آ ایگرک هست شیب زب داره تی بعد ارز از مبدع یعنی اینکه اگر من این خط رو داشته باشم شیب این خط می‌شود نصف شتاب یک دوم آه خب شیب این خط چیه؟ تغییرات عمودی به افقی بلدیم هر وقت خواستیم شیب پیدا کنیم یه مثلث قائم الزاویه پیدا میکنیم که اون خط وترش باشه خطی که ما شیبش پیدا کنیم تغییرات عمودیش چند تاست 20 تا یعنی منفی 20 تا افقیش چند تاست 10 تا پس شیب می شود منفی 20 تقسیم بر 10 شده است یک دوم آ از اینجا شتاب به دست میاد منفی چهار متر بر مربع ثانی آب دست اومد دنبال وی میگردیم یکی از راحت ترین کاراش اینه که هم بیام از شیب دور استفاده کنم وی معلومه که اینجاست شیب این خط رو دارم شیب این خط هستش منفی دو شیب این شد منفی دو یا مقدار شیبش هست دو یعنی همه خطایی که انتخاب یعنی اینجا بگیرم عمودیشون دو برابر افقیشونه وقتی این پنجه و شیب هستش دو عمودیش میشه دو برابرش میشود ده پس وی صفر به دست میاد چند چهل متر بر ثانیه وی صفر رو هم به راحتی تونستیم تعیین بکنیم به گفته سرعت متوسط در ده ثانیه اول چقدر است وی اوریج تو بازه صرف تا ده ثانیه از همین رابطه میتونم کمک بگیرم بگم یک دوم آ زب در تیک که دهه بله به وی صرف که چنده چهله میشه منفی 20 بله به چهل میشود 20 متر بر ثانیه هرچند معلوم بود که اینجا اگر ده باشه اینجا وسطش باشه اینجا میشود وسطش و وسطش چقدر بود 20 بود از تو شکل نمودارم میشد پیدا کرد اما به هر رابطه هم سر خودش داره کار میکنه یکی از نکات مستحبی که خیلی خیلی سینماتیکی ها بهش علاقمندن تو تستا خیلی کمک میکنه و میشه ازش خیلی خوب استفاده کرد این نکته که الان میخوایم بهش اشاره بکنیم ببینید حال بفهمیمش ماجرا چیه در حرکت با شتاب ثابتیم نمودار وی تی رو برامون رسم کرده خب این معلومه وی صفر خیلی بهش کاری نداریم در لحظه تی یک فرض کنیم سرعت وی اکه. داشته میرفته متحرک توی لحظه وی شو داریم تو لحظه تی دو هم سرعتش رو داریم خب پس این دلتا تی معلومه این ویام هم که معلومه میخوام بیام سرعت لحظه ای رو در وسط این بازه زمانی حساب کنم اینجا یه دلتا تی دارم یه بازه زمانی این میشه وسط این بازه زمانی میخوام سرعتش رو پیدا کنم خب به راحتی میشه نشون داد با همین تشابه و تالوس بلدین که این وی چی میشه میشه وسط این دوتا تا دقیقا یعنی وی یک به علاوه وی دو تقسیم بر دو خب وی یک به علاوه وی دو تقسیم بره دو یعنی چی یعنی وی افریج تو بازه زمانی تی یک و تی دو و این شده وی در لحظه تی یک به علاوه تی دو دوم یعنی سرعت متوسط تو هر بازه زمانی میشه سرعت در وسط اون بازه زمانی و این خیلی میتونه کمکمون بکنه مثلا نگاه کنین چه کمکی میتونه بکنه شما رابطه دارید دلتا ایکس هست وی اول بله وی آخر تقسیم بر دو دلتا تی میتونیم بگی یا وی افراج دلتا تی وی افریج بنویسی وی در وسط این بازه در دلتا تی خیلی کمک میکنه ایدای خیلی خوب میده تو حل مسئله ها میتونیم ازش استفاده کنیم دو سه مدل, مدل کاربردش رو الان با هم دیگه ببینیم بقیه جاها دیگه شما خودتون استفاده از این که این راوتر کمک میگیرم نمودار کنم و چه کار دیگه میتونم باهاش انجام بدم مثال 96 متحرکی با شتاب ثابت در مسیر مستقیم در حرکت است اگر سرعت متوسط متحرک بین لحظه دو تا شش ثانیه 26 متر بر ثانیه باشد و سرعت متوسطش هم تو بازه ده ثانیه تا دوازده ثانیه ۴۰ متر بر ثانیه باشد چی رو خواسته از ما شتاب و گفته پیدا کنید چقدره خب خیلی کارا میتونم بکنم اما میخوام کاربرد این نکته که با هم دیدیم رو اینجا ببینیم چه اتفاقی افتاد میگم بچه وی average تو هر بازه زمانی برابر است با وی, مت... وی, در وسط اون بازه زمانی وسط دو تا شیش میشه چهار یعنی میتونم بگم سرعت لحظه ای در لحظه تیم مساوی با چهار ثانیه همین 26 متر بر ثانیه است سرعت در وسط بازه زمانی وی متوسط در کل بازه خب اینجا چی دوباره وی در وسط این بازه زمانی بین 10 تا 12 وسط شنده 11 ثانیه میشود شود 40 متر بر ثانیه خب وی لحظه یا دارم آ می خوام آ مگه نیست دلتا وی به دلتا تی دلتا وی میشه 40 من های 26 تقسیم بر 11 منهای های 4 دلتا تیش 40 من های 26 می شود 14 تقسیم بر هفت شتاب به راحتی به دست میاد دو متر بر مربع ثانیه مثال 97 متحرکی با شتاب ثابت روی مسیر مستقیم در حرکت است و در لحظات T1 مساوی با 2 ثانیه T2 مساوی با 5 ثانیه و T3 مساوی با 10 ثانیه به ترتیب در نقاط X1 41 متر X2 110 متر و X3 325 متر قرار دارد اولا شتابش رو پیدا کنید در ثانیه معادله مکان زمان بریم بنویسین یعنی آ رو پیدا کنین وی صفر رو پیدا کنین x صفر رو هم پیدا کنین خب اگر قواش معمولی حل کنیم باید چه کنیم میگیم x برابر است با یک دوم a t دو به علاوه v صرف t به x صفر یه بار این t و این x رو میذاریم توش یه معادله پیدا میشه این t و x یه معادله این t و x یه معادله با دستگاه سه معادله سه مشهول اونو حل میکنیم خیلی هم کار سختی نیست حلش یعنی کافیه معادله اول دوم دو مثلا از هم کم کنیم x فراش میره یا بار هم دوم سومو کم کنیم از هم دیگه بازم x صفر میره میشه دو معادله دو مجهول بلدیم حل کنیم خیلی ساده خلاصه اون راست عجا خودش هست ممکنه کوچولو طولانی باشه خب اما میخوام از این قاعده ای که الان با هم صحبت کردیم دوباره استفاده کنم و سوال باهاش حل کنم بیام یه کاری بکنم بیام از این دوتا میتونم وی اوریج تو بازه دو تا پنج ثانیه رو حساب کنم دو ثانیه تا پنج ثانیه مگه نیست دلتا ایکس به دلتا تی دلتا ایکس اون چنده؟ صد و ده منهای چلو یک تقسیم دلتا تی پنج منهای دو صد و ده منهای چلو یک میشه شست و نه تقسیم سه بکنیم میشه بیست و سه این نتیجه ای که الان بلدیم بگیریم این است که وی در لحظه وسط این یعنی در لحظه 3 ثانیه شده چند 23 بر ثانیه اینو داریمش اینجا دیگه چی بیام اینجا همین کار اینجا تکرار می‌کنم وی اوریج تو این بازه زمانی 5 ثانیه تا 10 ثانیه دوباره از دلتا ایکس به دلتا تی دلتا ایکس اون چنده؟ 325 منهای 110 می شود 215 تقسیم بر دلتا 5 این می شود 43 متر بر ثانیه یعنی سرعت لحظه ای در وسط این بازه زمانی یعنی 7 و نیم ثانیه میشه چند؟ 43 متر بر ثانیه خب تا اینجا که بلدیم حساب کنیم آ رو هم میگم برابر است با دلتا وی به دلتا تی دیگه شتاب ثابت ه دلتا وی میشود 4س منهای بیسوسه دلتا تی هم هفت و هفتونیم منهای چند سو ونیم اینهاشش ۴س منهای 2۳ ب0 تقسیم برای چهار شتاب به دست میاد چند 5 متر بر مربع ثانی الان شتاب رو دارم دیگه چی کار میتونم بکنم خب این ویارم که دارم خیلی ساده میتونم ازش استفاده کنم مثلا از این معادل شماره یک کمک بگیرم چی بنویسم از معادل شماره یک میگم مگه وی نیست آتی به علاوه وی صفر وی رو دارم 23 برابر است با آ ضرب در تی تی شنده سه و نیم به علاوه وی صفر از اینجا میتونم وی صفر رو هم به راحتی حساب کنم پنج تا پونزده تا میشه هیفده و نیم بیست و سه منهای هیفده و نیم میشه بعد پنج و نیم خب وی صفر هم به دست اومد ایک صفر رو از کجا پیدا کنم یک اینا رو میذارم تو معادله x مثلا نقطه همین یکو دارم میذارم اینجا x چنده بریم سم رابطه رو یک دوم آ 2 دو به علاوه v صفر t به علاوه x ایک صفر x اون چنده 41 یک دوم a ضرب در t به توان دو به علاوه v صفر ضرب در t به علاوه x صفر از اینجا به دست میاد چی؟ اینکه با این ساده میشه میشه ده تا میاد و میشه سی و یکی یازده تاش هم کم میشه x صفر میشه و بیست متر معادل مکان زمان از ما میخواست می نویسیمش x برابر است با یک دوم a t دو به علاوه v صفر t به علاوه x -0. ممکنه شما بگی خب اگه از اول سه معادله سه حل میکنم شاید راحت تر بود بله ممکنه برای شما راحت تر باشه منتها دقت کنیم یه وقتی تو سوال فقط آ رو میخواد یعنی فقط مسئله تا همینجا تمام میشود دیگه قطعا حل کردن این قسمت خیلی ساده تر از اینه که برم سراغ دستگاه سه معادله سه هرچند انتخاب با شماست هر دونی باش راحت تری